پیگیری های یک هفته ای ما بالاخره به بار نشست و قرار شد با گروهی از صیادان دل به دریا بزنیم. تجربه ی دلچسبی بود، البته کمی هم وهم برانگیز از صید شبانه. 4500 نفر صیاد داریم که در قالب 120 آبونی صیادی و دو تا اتحادیه دارن فعالیت صید ماهیان استخوانی و ماهی کیلکا رو در دریای خزر هر سال انجام میدن. روزیمون داخل آب و تو اعماق دریاست. صیادای ما در 366 روز چیزی بوده 190 تا 200 شب بر اساس شرایط جوی که مساعد باشه دریا میرن. میانه ی راه دریا غافلگیرمون میکنه و ناچار به بازگشت میشیم، اما همین بس که صیادان این شبها هم تورهاشون پر ماهیه. یه موقع ببینیم مهتاب میشه، مهتاب خیلی تاثیر داره تو صید ما. دیشب هم همین 3 تن 4 تن ماهیایی که میتونه بیشتر از این میزان صید شده باشه، اما آلودگی های ناشی از فاضلاب های شهری و نفتی و زباله ها اخیراً اونقدر زیاد شده که نفس برخی گونه ها از ماهیان خزری حتی به شمار افتاده. همه گفت متاسفانه بیش از 6% ماهیای دریای خزر به شدت در خطر انقراض هست و 30% ماهیای دریای خزر در معرض در واقع تهدیدن. صید کفال هم دیگه یواش یواش دیگه است داره برکنار میشه. ما صید اولیه ما مثلا باید کفال باشه نداری. اما این همه ی نقش خزر نیست. به برکت همین بزرگترین دریاچه ی بسته ی جهان در ایرانه که چه بسیار کالا داد و ستد میکنیم از 5 بندرگاه اقتصادی شمال کشور. بندر فرح‌آباد یکی از پررونق‌ترین بنادری بود که در دریای خزر وجود داشت. بندر بسیار گسترده که با تمام جمهوری‌های امروز آسیای میانه در اینجا هم حمله بار می‌کردن و هم حمله مسافر. دریای خزر برای همه ما ایرانی ها ارزشمند و پرخاطر است. چیزی بیشتر از یک دریا، یک منطقه، اونقدر که همین حس وابستگیمون به خزر موجب شده 21 مرداد رو در تقویم به دریای خزر نسبت بدیم. روزت مبارک، پهنه ایرانی.